بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سر بران قرامي وخاهران بزر وار أرجمندم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هم با بحث أهل بيت وبا موضوع عترت یا سنت در خدمتون می باشم همانطوری که ملاحظه فرمودید در نشست گذشته به روایت های صحیحی که از جانب رسول الله علیه و والسلام روایت شده در مورد قرآن کریم و در مورد سنت نبوی روایت های عنوان شد حدیث زید ابن ارقم حدیث جابر و حدیث العرباض بن ساری رضی الله عنهم جميعا با الفاظ مختلفی که در این روایت ها آمده به سم و حضور شما سروران گرامی رساندم و در نهایت نشست گذشته به اینجا رسیدیم بر اینکه دو روایتی داریم و در واقع در مورد اونها جنگ و جدلی هست كتاب الله وسنتي كتاب الله وعترتي عت تا حدودی در مورد لفظ سنة و لفظ عترتی در اون مسائلی اما ببینیم که لفظ اصل و در قرآن کریم و سنت نبوی دارد و لفظ سُنَّتي با توجه به آیات قرآن کریم و با توجه به احادیث صحیح نبوی به این نتیجه می رسیم بر این که اون چی که در آیات قرآن کریم آمده است و اون چی که در روایت های صحیح آمده است همه و همه دستور به این آمده است بر اینکه که به قرآن کریم چنگ بزنید و به قرآن کریم تمسک بجویید و به سنت نبوی تمسک جویید و از سنت نبوی پیروی کنید روایتی نداریم بر اینکه دستور آمده است بر اینکه از عطرتی و یا از اهل بیت من پیروی کنید در صحیح مسلم عنوان شد بر اینکه بعد از این که رسول الله علیه الصلاه و السلام در حدیث زید بن ارقم فرمایش دادند که فخذوا کتاب الله واستمسك واستمسكوا به بعد از چنگ زدن به قرآن کریم در نهایت روایت صحیح که در صحیح مسلم آمده است فرمایش نبوی چی آمده است اذکرکم الله فی اهل بیتی فرمایش رسول الله علیه الصلاه و السلام چی آمده است که به اهل بیت من احترام قائل باشید الان ببینیم که مراد از عطرت چه کسانی می باشند مگر نه همین عطرت هستند که با خلفای راشدین رضی الله عنهم و ارضاهم بیعت کردن اگر هر دو روایت کتاب الله و سنتی و, کتاب الله و عطرتی صحیح بدانیم بنا به فرمایش بعضی از اهل علم و بعضی از محدثین بزرگوار باز هم اشکالی پیش نمی آید عطرتی همان اهل بیتی هستند و, و, اهل بیت رسول الله علیه و السلام همان طوری که در نشستهای های گذاشته عنوان شد همسران پیانبر شامل می شود و کل اهل و اهل فامیل و خیشابندان پیانبر علیه السلام شامل می شوند. محدود کردن لفظ عترتی به دوازده امام روانی است دلیل سریحی از قرآن کریم دلیل سریحی از سنت نبوی و دلیل سریحی هم از خود اهل بیت رسول الله علیه السلام نداریم بر اینکه که اترتی در همان دوازده امام منحصر می شوند اترتی همان اهل بیتی و اهل بیت رسول الله علیه الصلاه و السلام همان طوری که عنوان شد دایره بسیار وسیعی هستند و به دوازده امام محصور نمی باشند اما بیاییم ببینیم لفظ عترتي ولفظ سنتي در كتب فريقي در كتب برادران الشي لفظ سنتي است عن أبي جعفر عن رسول الله أنه قال فإذا أتاكم الحديث عني فأعرضوه على كتاب الله وسنتي فَمَا وَافَقَ كِتَابُ اللَّهِ وسنتي فَخُذُوا بِهِ وَمَا خَالَفَ كِتَابُ اللَّهِ وسنتي فَلَا تَأْخُذُوا بِهِ ببنية ان روايات در كتاب احتجاج تبرسي جلد وصفحة دوستو چهلو شش وهمشنين در بحار الأنوار جلد دو صفحة دوستو بيسو پنج أست. ان روايات در کتب برادران شیعه عنوان شده این روایت چی میگوید فاذا فا اتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي هر حدیثی هر روایتی که به دست شما برسد اون را بر قرآن کریم و بر سنت پاک رسول الله علیه الصلاه و السلام عرضه شوند اون روایت اگر با کتاب الله با قرآن کریم و با سنت نبوی موافق باشد پذیرفته می شود فخذو به و ما خالف کتاب الله و سنتی فلا تأخذو به و اون رف... و روایتی که با قرآن کریم و با سنت سی نبوی مخالفت داشته باشد در تضاد باشد اون را نگیرید حال این روایت در کتاب احتجاج تبرسی و در کتاب به حال انوار آمده است این روایت چه چی چیزی تقویت می کند؟ همان حدیث عطرتی و یا حدیث سنتی توجه بفرمایید اصل شاهد ما اینجاست که این روایت با همان, لف با همان لفظ و یا الفاظی که تحت عنوان سنتي أمداس تقوية ميكونات نعتري. إن يك مورد. مورد دوم و هم در كتاب كافي جلد دو صفحة 66. است كيه؟ قال صلى الله عليه وسلم إني مسؤول عن تبليغ هذه الرسالة. وأما أنتم فتسألون عما حملتم من كتاب الله وسنتي. توجه بفرمایید این روایت باز هم در کتاب کافی آمده است پیامبر بزرگوار اسلام فرمایش میدهند برای اینکه من مسئول تبلیغ رسالت هستم و به پیروان خودش در واقع چنین فرمایش میدهد و شما یعنی پیروان من مسئول این هستید برای اینکه تبعیت کنید و مکلف شدید مکلف شده اید به اون چی که در قرآن کریم و در سنت آمده است ملاحظه بفرمایید باز هم در این روایت رسول الله علیه الصلاة والسلام دستور دادند ای پیروان من شما شرعا به این مکلف شده اید برای اینکه که از قرآن کریم و از سنت من پیروی کنید

باز هم امر مهمی به ما میرساند هر کسی که یک لفظی از قرآن کریم رد کند موردی از موارد قرآن کریم انکار کند من رد شیئا من کتاب الله و سنت رسول الله اگر یک موردی از قرآن کریم و یا از سنت نبوی کسی رد کند و نپذیرد در واقع حکمش کفر است باز هم توجه بفرمایید در اینجا در این روایت که در اصول کافی آمده است باز هم در مورد قرآن کریم و در مورد سنت در این سه روایتی که عنوان شد هم لفظ کتاب <متضیل> <متضیع> الله آمده است و هم لفظ سنتی در مورد عطرتی در اینجا مسائلی عنوان نشده است چرا که رسول الله علیه الصلاة والسلام پیروان خودش همیشه در روایتهای مختلف به این دعوت فرموده که از قرآن کریم و از سنت من پیروی کنید تمسک جویید چنگ بزنید اما در مورد عطرت یا اهل بیت فرمایشش همیشه چنین آمده است که به اهل بیت من احترام قائل باشید اهل بیت من بزرگداشت کنید فرق و تفاوت بسیار زیادی زیاد است بر اینکه از یک گروهی و یا از یک افرادی تبعیت کنیم و مامور شدیم برای اینکه پیروی کنیم و یا اینکه از افرادی و گروهی اظهار رضایت کنیم و به اونها درود بفرستیم فرق و تفاوت بسیار زیادی میباشد باشد باز هم روایت دیگری در وسائل شیعه جلد 27 صفحه 111 چی نامده است که ان ابی عبدالله انه قال من خالف کتاب الله و سنت محمد فقد کفر باز هم در اینجا تأکید شده است کسی که به مخالفت قرآن کریم پردازد و به مخالفت سنت نبوی باز هم حکمش کفر است باز هم در اینجا بعد از قرآن کریم لفظ سنت بکار برده است و این نشست هم با این روایت از خدبهاء شبهي حضرت علي رضي الله عنه وارضاه خاتم ميدهام در نهج البلاغي خدبي 168 صفحة 271 شرح محمد عبده شنين آمده أست ولكم علينا العمل بكتاب الله وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بحقه والنعش لسنته سبحان الله بعضهم در حضرت علی رضی الله عنه ورضا حیدر کرار که یکی از اهل بیت رسول الله علیه الصلاه و می باشد و یکی از عطرت پاک رسول الله علیه الصلاه و می باشند باز هم فرمایشش چنین آمده است که بر شما باد از حقوق شما بر ما خطابش به افراد مقابل چنین می که بر ما واجب است که طبق قرآن کریم و طبق سنت نبوی در مورد شما قضاوت کنیم و نعش لسنته و بر, بر پا سنت پیامبر علیه سلام. باز هم حضرت علی رضی الله و از عطرت چیزی نمیگوید و از اهل بیت چیزی هم نمیگوید بلکه از سنت رسول الله علیه الصلاه والسلام و از قرآن کریم توجه فرمودید روایت های مختلفی در این مورد داریم در مورد لفظ سنتی و لفظ عترتی حال به این نتیجه رسیدیم بر اینکه لفظ سنتی شاهد و استشهاد و دلایل زیادی در روایت های دیگری دارد اما لفظ عطرتی به این صورت که در مورد لفظ سنتی شواهدی داریم یافت نمی شود و مورد دیگری که باعثی در این جلسه به اون اشاره کنم بر این که بزرگان اهل سنت از جمله امام بخاری و امام مسلم در دو صحیح خودشان روایت های زیادی در مورد حب اهل بیت در مورد فضایل اهل بیت به میان آوردند روایتی داریم که امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح خودش آورده است از فرمایشات خلیفه اول مسلمین صديقه مات ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه شنن فرماي دادن كي ارقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في اهل بيتي ارقبوا يعني حافظوا يعني اهل بيت رسول الله عليه الصلاه والسلام داشه باشيد با اهل بيت رسول الله عليه الصلاه والسلام درود بفرسيد وامروزه همه مسلمانان و جي أهل السنة بتور عموم بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعترة رسول الله درود من فلسطين وعزونها إظهار ترزي ميكونان بازهم تبقي معمول وقت ما رسيد إجازة بفرمايت همين مبحث بنشست آيان دي بازهم وكل كنين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين <applause>